سلام خدمت شما شاگردان پرتلاش امروز با ادامه حل سوال های فصل سوم جلسه قبل از کیمیای سلف هفتم در خدمت شما عزیزان می باشیم سوال 21 تعاملات جمعی را توضیح دهید خب ما در متن درس یاد گرفتیم که اگر یک یا دو ماده با هم یک جای شود و ماده جدید را برای ما تشکیل دهد تعامل یک تعامل جمعی است. سوال 22 معادلات زیرا توزین کنید. برای شما چندین معادله کیمیاوی داده شده است و از شما خواسته که آن را توزین کنید. این معادلات را با کمک هم بر روی تخت سیاه نوشته می کنیم و با هم یک جای توزین می کنیم. معادله اول را دقت کنید. از این مرکب مورد نظر شروع میکنیم به توزین کردن تعداد اتم پتاسیم در طرف چپ معادله یک تاسته تعداد اتم پتاسیم در سمت مواد محصولات هم یک تاسته تعداد اتم کلورین در قسمت یک تاست و تعداد اتم کلورین در قسمت مواد محصولات هم یک تاسته پس تا اینجا اتم های پتاسیم و کلورین با هم تعدادشون یکسان است تعداد اتم های اکسیژن را با هم محاسبه می کنیم در طرف چپ معادله تعداد اتم های اکسیژن سه تا است. در طرف راست اتم های اکسیژن 2 تا است. باید تعداد اتم های اکسیژن را با هم توزین کنیم برای آن باید یک عدد یا یک ضریب را علاوه کنیم با آن بهتره که ضریب را برای اتم اکسیژن که با تنهایی قرار گرفته نوشته کنیم خب اگر ضریب سه را برای اتم اکسیژن قرار بدیم سه ضرب دو می شود شش تعداد اتم های اکسیژن خب در این قسمت باید ضریب دو قرار بدیم که دو ضرب سه می شود شش تعداد اتم های اکسیژن توزین می شود خب اما تعداد با توزین کردن تعداد اتم های اکسیژن تعداد اتم های پتاسیم و کلورین به هم می و ما مجبور هستیم که تعداد برای اتم های پتاسیم و کلورین یک ذریب قرار بیتیم. اگر یک ذریب دو در قسمت قرار بیتیم تعداد اتم های پتاسیم و کلورین با هم در دو طرف معادله مساوی میشن. پس معادله به این صورت توزین شد. معادله دوم را دقت کنید. معادله دوم تعداد اتم سودیم در این سمت مادله دو تاسته تا در این قسمت یک تاسته تا پس یک ضریبی دو در این قسمت قرار میدیم که تعداد اتم های سودیم در دو طرف معادله یکسان سان شود خب مالیکول SO4 که یک مالیکول چند اتم است و با هم یک جای هسته در این قسمت یک تا مالیکول SO4 چهار داریم در این قسمت هم یک تا مالیکول SO4 داریم تعداد اتم های هایدروژن در این قسمت دو تاسته، تا در این قسمت هم در سمت راست معادله هم دو تاسته تا پس معادله توزین شده است با اضافه کردن یک ذره به دو معادله توزین شد معادله سوم را دقت کنید در این قسمت تعداد اتم لیتیم در سمت راست معادله سه تاسته، تا تعداد اتم لیتیم در سمت چپ معادله یک تا است. پس یک ذره سه اگر در این قسمت قرار بیتیم تعداد اتم های لیتیم با هم برابر و یکسان می شود. خب مالیکول پ او که یک مالیکول چند اتم است؟ در این قسمت یک تا است. در این قسمت هم یک تا مولکول پ او 4 داریم. پس تعداد آن مساوی است. تعداد اتم های هایدروجن در این قسمت دو است. در این قسمت سه تا است. باید تعداد اتم های هیدروژن رو با هم توازن کنیم در دو طرف. خب اگر در این قسمت ضریبی سه را قرار بدیم سه ضرب دو می شود شش. برای اینکه تعداد اتم های هیدروژن در این قسمت شش داشت پس یک ضریب دو هم در این قسمت قرار می دو ضرب سه می شود شش. خب مالکول پی او چهار تعداد آن به هم ریخت. در این قسمت دو مولکول پی او پس در این قسمت هم با یک ضریب دو قرار بیتیم تعداد اتم لیتیم دو ضرب سه شو چند شش پس در این قسمت سه رو پاک میکنیم و عدد شش رو یا ضریب شش رو قرار میتیم به این صورت در دو طرف معادله تعداد اتم ها با هم برابر یکسان شد و معادله توزین شد معادله سوم رو دقت کنید در این معادله در طرف مواد تعامل کننده یک عنصر مگنزیم داریم در قسمت مواد محصولات هم یک عنصر هم تعدادشان برابر است تعداد اتم کلورین در این قسمت دو تا است. در این قسمت هم دو تا است. معادله نیازی به توضیح نداره و معادله توضیح شده است خب میره معادلات دیگر رو هم با هم نوشته میکنیم و با کمک هم حل کنیم. خب چند معادله دیگه که در کتاب درسی تان آمده را با برای تختصی سیاه نوشته کردیم که با هم یک جای آن را توضیح کنیم معادله اول را دقت کنید در سمت راست معادله یک تا اتم کلسیم داریم و در سمت چپ معادله هم یک تا اتم کلسیم داریم پس تعدادشان برابر است در این قسمت تعداد اتم اکسیژن یک تاست در این قسمت دو تاست پس باید تعداد اتم های اکسیژن را توزین کنیم اگر یک ذریب دو در این قسمت قرار بدیم تعداد اتم های اکسیژن برابر و یکسان میشه تعداد اتم های کلسیم با هم برابر نیست پس یک ذریب دو در این قسمت قرار میتیم که تعداد اتم های کلسیم هم با هم در دو طرف معادله برابر و یکسان شوند پس به این صورت معادله توزین شد معادله دوم را دقت کنید در سمت راست معادله یک تا سی او داریم در سمت چپ هم یک تا اتوم سی او. پس با هم برابر است در این قسمت اتمی سلفر یک تا است و در سمت مواد تعامل کننده هم یک تا اتمی سلفر داریم تعدادشان با هم یکسان و برابر است پس معادله توزین شده می باشد معادله بعدی را دقت کنید در این قسمت یک تا اتم اس این در این قسمت هم یک تا است. پس تعداد آنها برابر و مساوی است. تعداد اتم اکسیژن در قسمت یک تا در قسمت دو تا. باید تعداد اتم اکسیژن را با هم توزین کنیم. اگر یک ذریع بی دو در قسمت قرار بدیم تعداد اتم های اکسیژن با هم برابر میشه در قسمت دو تا در قسمت هم دو تا. یک ذریب دو هم در این قسمت قرار میدیم که تعداد اتم های SN در دو طرف معادله با هم یکسان و مساوی شود پس معادله به این صورت توزین میشه معادله آخر را دقت کنید در مرکب مورد نظر در قسمت مواد محصولات اتم المونی هم دو تاسته در این قسمت یک تاسته پس یک ذریبی دو در قسمت قرار میتیم که تعداد اتم های المونی هم در دو طرف معادله یکسان شود تعداد اتم اکسیژن در قسمت سه و در قسمت دو است باید تعداد اتم های اکسیژن را با هم توازن کنیم با علاوه نمودن یک ضریب ضریب را در قسمت برای اتم اکسیژن که تنها قرار میدیم اگر یک ضریب سه قرار بدیم سه ضرب دو می شود شش پس در قسمت هم باید یک ضریب دو قرار بدیم که دو ضرب سه شود شش تعداد اتم های اکسیژن در دو طرف شش شود و یکسان شود خب تعداد اتم های در این قسمت شد دو ضرب دو شد چهار پس در این قسمت هم به جای عدد دو ما ضریب چهار را قرار میشون که تعداد اتم های المانی هم در دو طرف معادله با هم مساوی و یکسان شود به این صورت معادله توزین می شود شما می توانید معادلات بسیار در کتابچه های خود انتقال بتین و حل کنید و توزین کنید که در آن مهارت پیدا کنید سوال 23 و معادله تعامل گاز کلورین و گاز هیدروژن را که گاز هیدروژن کلوراید را تشکیل میدهد تحریر نمایید خب با کمک هم یک جای برای روی تختصی ها معادله مورد نظر را نوشته میکنیم. گفته شده معادله تعامل گاز کلورین CL2 و با گاز هیدروژن. که تعامل می کند و محصولات را که تولید میکند گفته شده گازی هایدروژن کلوراید HCL خب معادله رو نوشته کردیم حالا می معادله رو توضیح میکنیم تعداد اتم های کلورین در سمت راست معادله یک تاست و در سمت چپ معادله دو توسته. پس کافی است که ما در این قسمت یک ضریب دو قرار بدیم که تعداد اتم های کلورین با هم مساوی شود. تعداد اتم های هیدروژن در قسمت دو تا است در قسمت هم که دو تا است پس معادله توزین شد. سوال 24 م معادله تعامل تعویزی هیدروژن را از آب توسط سودیم تحریر را خب این معادله را هم با کمک هم بر روی تختسی نوشته میکنیم و توزین میکنیم. گفته اتم سودیم تعامل میکند با H2 او و محصولات را که برای ما میدهد، دهد NA OH جمع گاز هیدروژن است خب اتم سودیم در قسمت مادله را توزین میکنیم معادله یک مادله تعویزی است چرا که اتم سودیم یک تا اتم هایدروجن از ساختار H2O را به صورت گاز H2 از تعامل خارج کرده و خود جایگزین شده در قسمت پس مادله مادله توز... تعویزی می باشد مادله را تعویزین می کنیم در این قسمت اتم سودی یک تا است در قسمت هم اتم سودی یک تا است اتم اکسیژن یک تا در قسمت هم یک تا اتم هایدروجن در سمتی چپ معادله دو تا و در سمت راست معادله دو جمع یک می شود سه. پس بنابراین باید تعداد اتم های هیدروژن رو در دو سمت معادله با هم توازن کنیم. اگر یک ضریب دو رو در قسمت قرار بدیم دو ضرب دو می شود چهار تعداد اتم های هیدروژن. در قسمت هم یک به دو قرار میتیم که دو اتم هایدروژن جمعی دو اتم هایدروژن میشود چار تعداد اتم های هایدروژن با هم مساوی میشود خب تعداد اتم های سودی هم شد دو تا پس یک به دو هم در قسمت قرار میتیم تعداد اتم های اکسیژن هم در سمت مواد تعامل کنیم در دو تا و در سمت مواد محصول هم دو تا می باشد پس معادله به این صورت توزین شد. سوال 25 معادله تعامل تجزیوی پتاسیم کلورید را که از آن پتاسیم کلورایت و اکسیژن تولید می شود تحریر نمایید خب باز هم معادله مورد نظر را با کمک هم یک جای برای روی تخت سیاه نوشته می کنیم و با هم توزین می کنیم معادله تجزیوی پتاسیم کلورید سی کا Cl, ال پتاسیم کلورید گفته تجزیه می شود با پتاسیم کلوراید و گاز اکسیژن خب معادله رو توزین میکنیم که چه قسمی توزین میشه از این مرکب شروع میکنیم در قسمت یک تا اتم پتاسیم داریم در این قسمت هم یک تا اتم پتاسیم داریم تعداد اتم های کلورین رو محاسبه می کنیم در سمت مواد تعامل کنیم در یک تا اتم کلورین در سمت مواد محصول هم یک تا اتم کلورین داریم خب تعداد اتم های اکسیژن رو در دو طرف معادله محاسبه می کنیم در سمت چپ معادله سه اتم اکسیژن و در سمت راست معادله دو اتم اکسیژن داریم باید تعداد اتم های اکسیژن رو با ضرب کردن در یک عدد توزین کنیم بهتر است که در این قسمت قرار بیتیم ضریب را اول اگر عدد سه را در این قسمت قرار بیتیم سه ضرب دو می شود شش پس در این قسمت هم یک ضریب دو باید قرار بیتیم که دو ضرب سه شود 6 تعداد اتم های اکسیژن برابر و یکسان شود چون تعداد اتم پتاسیم و کلورین در این قسمت دو تا شد پس یک ضریب دو هم در قسمت قرار میدیم که تعداد اتم پتاسیم و کلورین در دو سمت معادله با هم یکسان و برابر شود خب سوال بعدی سوال 26 معادله تعامل اکسایدی سیماب که تجزیه می شود به سیماب و اکسیژن را تحریر کنید این معادله هم بسیار مهم است در متن درس هم شما با آن آشنا شده یاد گرفتین باز هم در بر روی تخت سیاه با کمک هم نوشته میکنید و آن را توضیح میکنید خب سیماب فرمول آن به این صورت است H G که تجزیه می شود یک معادله تجزیه است م سیماب سی م را با H نشان می دهیم و اکسیژن گازی اکسیژن معادله به این صورت هست خب اگر آن را توزیع کنیم در قسمت از این بالا کم شروع می کنیم چرا چون تعداد اتم های آن بیشتر است در قسمت یک تا اتم سیماب داریم در این قسمت هم یک تا اتم اکسیژن در این قسمت یک تا است در قسمت دو تا است باید تعداد اتم های اکسیژن را توزین کنیم اگر یک ذره دو در قسمت قرار بدیم تعداد اتم های اکسیژن در دو طرف معادله با هم یکسان می شود برای که سیماب هم در دو طرف معادله یکسان شود ذره رو قرار می که با هم یکسان شود و معادله توزین شود سوال 27 در معادلات تحریجی و سمبولیک زیر اتم کدام عنصر به جا شده است نشانی کنید خب قسمت الف و به برای شما معادله داده شده است که این معادله ها را بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم و نشان می تیم که کدام عنصر جا به جا شده است <applause> خب معادلاتی که برای شما داده, شد داده شده, است این دو معادله است که گفته شده در معادلات تحریری که این معادله معادله تحریری است و این معادله هم یک معادله سمبولیک است در این دو معادله اتم کدام منصور به جا شده است خب در معادله سمبولیک اول دقت کنید HCl تعامل داده با NaOH محصولات NaCl و h 2 را برای ما تولید کرده است خب میبینید که اتم کلورین با خارج نمودن او OH که به صورت مالکول H2 خارج شده است خود اتم کلورین با اتم سودیم در قسمت تعامل داده پس گروپ هایدروکسیل یا OH توسط اتم کلورین جای بجای جای شده یا تعویز شده است معادله تحریری که معادله دوم باشد دقت کنید جست با مس دو کلورای تعامل می کند. جست کلورایت و مس را برای ما تولید کرده است اتم جست اتم مس را از تعامل خارج میکند کند به اون صورت و خود با کلورایت تعامل میکند پس اتم مس با توسط جست جای به جای شده و از تعامل خارج شده است پس این اتم ها را برای شما در قسمت مشخص کردیم خب رسیدیم به بخش آخر سوال های در فصل سوم کتاب شما در داخل هر یک از قوس های ستون جواب ها شماره مربوط به ستون سوالات را قرار دهید. سوال های قسمی است. سوال اول گفته علامه اختصاری نام لاتین عناصر جای خالی است. خب این تعریفی چی است؟ تعریفی سمبول است که ما و شما در متن درس در ابتدای درس یاد گرفتیم. پس سمبول را در ستون جواب ها پیدا می کنیم در این قسمت هست داخل قوس نوشته می کنیم عدد 28 را سوال 29 هم ایرای معادلات به حروف معادله جای خالی است خب معادلات را اگر به صورت حروف نوشته کنیم یک معادله تحریر حروفی به دست می آیا. خب در ستون جواب دقت کنید تحریری حروفی نوشته شده است پس داخل قوس نوشته میکنید عدد 29 را سوال سیوم سمبول المونیم جای خالی است در ستون جواب ها المونیم رو سمبول آن پیدا میکنید که ال هست که در قسمت داخل قوس هم نوشته میکنید عدد سی را سوال سی و یک اوم. تعاملاتی که در آن یک یا چند اتم جای یک یا چند اتم را در مرکب اشغال میکند به نام تعاملات جای خالی یاد می شود خواهی تعامل که تعریف در شما در متن درس هم یاد گرفتید وقتی که یک یا چند اتم با یک یا چند اتم دیگر در مرکب دیگر اشغال می شود یک تعامل چی است؟ یک تعاملی تعویزی است پس که در قسمت در ستون جاب ها هم نوشته شده است در داخل قوس در قسمت نوشته می عددی سی و یک را سوال سی و دوم سوختن کاربون نوع تعامل جای خالی است خب وقتی کاربون با اکسیژن می یک اک تعامل چی است؟ یک تعامل احتراقی است پس جواب سعی در ستون جواب ها احتراقی مشخص شده است داخل قوس در قسمت عدد سی را نوشته میکنید سوال سی و سیوم سی قضا در معده یک جای خالی است. خب حضم قضا در ابتدای درس ما شما یاد گرفتیم که یک نوع تعامل کیمیاوی است چرا چون ماهیت ماده که قضا به معده مبارک می شود تغییر پیدا می کند. خب چون در ستون جوابها تعامل کیمیاوی نشده شده است شما می آن را علاوه کنید جواب آن می شود تعامل کیمیاوی. سوال سی و چهارم کتله مجموع مواد تعامل کننده مساوی با مجموع کتله های محصول تعامل است. خب این تعریف چی است؟ تعریف قانون تحفظ کتله یا قانون بقای ماده است که در ستون جوابا پیدا پیداست. داخل قوس نوشته میکنید عدد سی و سوال سی و پنجم اگر تعداد اتم های محصول تعامل و مواد تعامل کننده مساوی باشد معادله جای خالی است معادله معادله توزین شده است وقتی تعداد اتم های مواد تعامل کننده و مواد محصولات با هم مساوی باشه پس جواب آن که توزین می باشد در ستون جوابا مشخص است داخل قوس نوشته می کنید عدد 35 را سوال 36 هم سودیم با اکسیژن تعامل کرده جای خالی را می سازد خب سودیم با اکسیژن سودیم اکساید را برای ما تولید میکنند محصول را که تولید کند در ستون جوابات مشخص است سودیم اکساید داخل قوس نوشته کنید عدد 36 را سوال های آخر سوال سی و, سوالی سی و آب یک جای خالی است آب یک نو مرکب است پس جواب آن در داخل ستون جواب مشخص است مرکب داخل قوز عدد سی و هفت را نوشته می سوال سی و هشتم سمبول سیلیکان جای خالی است. سیلیکان یک عنصر است در جدول دورانی که شما باید سمبول آن را یاد داشته باشید. سمبول آن اس آی هست که در قسمت ستون جواب مشخص است داخل قوز عدد سی و هشت را نوشته می خب حل سوالات فصل سوم به رسید امیدوارم که سوال ها را خوب حل کرده باشین درست حل کرده باشین شما را به خداوند بزرگ می سپارم خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشد